عوامل مؤثر بر یادگیری زبان قبل از پرداختن به هر موضوعی بد نیست که اشاره‌ای به عوامل و فاکتورهای مؤثر بر فرایند یادگیری و آموزش زبان داشته باشیم و تا حدودی با این عوامل مؤثر در یادگیری آشنایی پیدا کنیم عوامل مؤثر بر فراگیری از این جهت اهمیت دارند که آشنایی با عوامل و فاکتورهای مؤثر بر یادگیری و آموزش زبان به ما کمک خواهد کرد که از عوامل و نکات منفی و فاکتورهای مضری که همیشه مثل صدی جلوی راه یادگیری زبان هستند آگاهانه دوری کنیم و از نکات مثبت و تاثیرگذاری گذاری که باعث خواهند شد سرعت یادگیری ما بالا برند و ماندگاری مطالب در ذهن ما تر بشه بهره ببریم تا یادگیری ما بهتر سریعتر و آسانتر و لذت بخشتر باشه نکات و تکنیک هایی که تاثیر فوق ای بر یادگیری ما دارند و شاید تا به حال کمتر به اونا توجه کرده باشیم با توجه به تحقیقات دانشمندان و محققین حوزه زبانشناسی و آموزش و یادگیری زبان دو دسته عوامل بر روی یادگیری و آموزش زبان موثرند دسته اول عوامل غیر زبانی دسته دوم عوامل زبانی اجازه بدید اول عوامل غیر زبانی رو تعریفی براش داشته باشیم عوامل غیر زبانی شامل کلیه عوامل و فاکتورهایی هستند که به طور مستقیم با یادگیری و آموزش زبان در ارتباط نیستند اما با وجود این ارتباط غیر مستقیم در روند یادگیری تاثیرگذار هستند مثل به کارگیری قوای بدنی در یادگیری انگیزه قوی یا ضعیف یادگیری هیجان و احساساتی که در راه یادگیری زبان کار میگیرید و عوامل و فاکتورهای دیگری از این دست دسته دوم عوامل زبانی هستند عوامل زبانی شامل کلیه فاکتورها و عواملی هستند که به طور مستقیم با یادگیری و آموزش زبان در ارتباط هستند مثل مدرس و استاد زبان مؤسسه یا کلاس زبان کتابها و منابع آموزشی روش فراگیری و عواملی از این دسته بعد نیست میزان تاثیرگذاری هر کدوم از این دست عوامل و فاکتورهای زبانی و غیر زبانی رو بر روی یادگیری بدونید طبق تحقیقاتی که بسیاری از دانشمندان و محققین انجام دادند این نتیجه به دست اومده که دلیل اصلی شکست دانشجویان و یا دانش آموزان و یا زبان آموزان در یادگیری درست یا هر حرفه یا هر تخصصی و یا یادگیری زبان روش آموزشی و معلم و استاد و منابع آموزشی که تجربه کردن نیست بلکه یکی از دلایل اصلی شکست اونها انگیزه پایین و عدم روحی کافی و بالا در یادگیری است به طور خاصتر اگر بخوایم در حوزه یادگیری زبان صحبت بکنیم بر پایه تحقیقات دانشمندان حوزه آموزش و یادگیری زبان به جرأت میتوان گفت که 80 درصد موفقیت در آموزش و یادگیری به انگیزه و روحیه شما بستگی داره و تنها 20 درصد از موفقیت در یادگیری بستگی به روشی که شما استفاده کرده اید یا کلاسی که رفته اید و یا استاد و معلمی که داشته اید و یا منابعی که مطالعه کرده اید داره به بیان دیگه در آموزش و یادگیری زبان 80 درصد موفقیت به عوامل غیر زبانی و تنها 20 درصد از موفقیت به عوامل زبانی بستگی داره تجربه نشون داده که زبان آموزان علاقه من پر انرژی و خوشبین بسیار بسیار سریعتر از سایر زبان آموزان مطالب را فرا میگیرند و در نهایت موفقتر هستند و در مقابل این زبان آموزان موفق زبان آموزانی هستند که روحیه پایین و انگیزه ضعیف یادگیری و ذهنیتی عکس زبان آموزان علاقه من و پرانگیزه انگیزه دارند. همچنین زبان آموزان بی انگیزه معمولا ذهنیتی منفی در خصوص زبان دارند. به زبان بی علاقه یا کم و معمولا بر این باورند که استعداد فراگیری زبان رو ندارند و در دروس زبان ضعیف بودند و هستند و خواهند بود. از نظر زبان آموزان بیانگیزه زبان بسیار زمخت مشکل و پیچیده است و مدام با این موضوع در حال دست و پنجه نرم کردن هستند طبیعتا این دسته از زبان آموزان اشتیاق کافی برای یادگیری هم نخواهند داشت و در نهایت هم موفق نخواهند بود می خواهیم بدونیم چگونه باید احساسات و هیجان یادگیریمون رو بالا ببریم و این احساس و انگیزه رو گسترش بدیم تا و تقویت کنیم و به این احساسات مثبت تداوم ببخشیم و چگونه از این قوای مثبت در جهت یادگیری زبان استفاده بکنیم چگونه این قوای محرک و جلوبرنده رو تقویت کنیم و به کار بگیریم تا در یادگیری زبان هرگز احساس خستگی نکنیم همچنین میخوایم این قوای محرک رو تا زمانی که به هدف والا و عالی خود نرسیده ایم قوی نگه داریم و روز به روز و لحظه به لحظه تقویت کنیم و قویترش کنیم توجه داشته باشید که هدف ما این است که بتونیم دقیقا همینطوری که فارسی و زبان مادریمون رو بدون مکس و براحتی صحبت میکنیم به همین راحتی مثل یه انگلیسی زبان انگلیسی یا هر زبانی که دنبالش هستیم رو به راحتی صحبت بکنیم میخوایم بدانیم برای رسیدن به این هدف باید چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی برای ما ممنوعه و باید از اون کارها دوری کنیم. میخوایم بدونیم از چه روش و از چه هایی باید استفاده کنیم تا به جای اینکه از تمرین و یادگیری زبان خسته بشیم از پروسه یادگیری زبان لذت ببریم. برای رسیدن به این حالت مثبت و این انگیزه بالا لازمه که از همکاری بین جسم و روان خودمون کمک بگیریم تا پروسه یادگیری ما در عین حالی که لذت بخشه سریع و موثر باشه و همچنین ماندگاری مطالبی که فرا میگیریم در حافظه ما طولانی تر بکنه همچنین لازم به این داریم که از زمیر ناخودآگاهمون کمک بگیریم که در این راه به ما کمک کنه برای چند لحظه دوران مدرسه یا دو دبیرستان و به ویژه کلاسایی زبان اون موقع رو به یاد بیارید یک مرور گذرا داشته باشید بر حالات روحی و جسمی که اون در اون کلاسایی زبان داشتید به احتمال قوی شما هم به اون دوران احساس خوبی ندارید دقت داشته باشید یکی از تغییرات مهمی که از رهگذر این مجموعه آموزشی در شما رو خواهد داد دگرگونی این دیدگاه منفی و ایجاد یک دیدگاه عالی و لذت بخش به زبانه البته این بسیار مهمه که شما در یک حالت عالی و فوقالعاده روحی و جسمی قرار داشته باشید و در این حالت عالی زبان تمرین کنید و یاد بگیرید هدف همینه با چند تکنیک ساده خودمون رو برنامه رزی کنیم تا یادگیریمون سریع موثر آسان و لذت بخش با ماندگاری بالا باشه کلیه ی تکنیک های ارائه شده در این مجموعه سمره و نتیجه تحقیقات و بررسی های چند ساله دانشمندان و اساتید علوم روانشناسی و آموزش زبان که در اختیار شما قرار گرفت. امیدوارم که با تکیه بر تلاش و کوشش خودتون و با پیروی از تکنیک های ارائه شده در این مجموعه گام بزرگی در جهت فراگیری زبان و رسیدن به هدف والا و عالی خود بردارید. پیروز باشید.